مقامات ایالات متحده جک تیشیرای 21 ساله را در ایالت ماساچوست به عنوان مظنون اصلی درس اسناد محرمانه اطلاعاتی و نظامی بازداشت کردند. بازرسان بر این باورند که این سرباز که حوزه وظایفش در بخش اطلاعات بوده، رهبری گروه چت آنلاین را در رسانه مخصوص بازی‌های کامپیوتری به نام دیسکورد بر عهده داشته و از آن طریق اسناد طبقه بندی شده را منتشر می‌کرده است. مری گارلند وزیر دادگستری ایالات متحده در کنفرانس خبری اعلام کرد که ماموران پلیس فدرال موسوم به FBI تیشیرا را بازداشت کردند. امروز وزارت دادگستری جک تیشیرا کارمند گارد ملی هوایی را در ارتباط با تحقیقاتی در مورد ادعای جابجا کردن، نگهداری و انتقال بدون مجوز اطلاعات دفاع ملی با هدف به اشتراک گذاشتن آنها بازداشت کرد. ماموران FBI اوایل بعد از ظهر امروز بدون هیچ حادثه‌ای تیشیرا را بازداشت کردند. او ابتدا در دادگاه منطقه فدرال ناحیه ماساچوست حاضر می شود. من می خواهم از FBI، دادستانهای وزارت دادگستری و همکارانم در وزارت دفاع برای کار سختشان در این پرونده تشکر کنم. تحقیقات در این پرونده جاری است. ما در زمانهای مناسب اطلاعات بیشتری را ارائه خواهیم کرد. هفته گذشته این اسناد درج شده در رسانه‌های آمریکایی و جهان منتشر شد که شامل نقشه‌های مواضع نظامیان اوکراینی و ارزیابی‌های دقیق واشنگتن از وضعیت جبهه‌ها در این کشور مورد تجاوز روسیه و حمایت متحدان ایالات متحده از اوکراین است. سرتیپ پد رایدر، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، در کنفرانس خبری از بازنگری گسترده این وزارتخانه درباره اینکه چه افرادی می‌توانند به اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی داشته باشند توضیح داد. او درز این گونه اطلاعات را عملی مجرمانه دانست. We continue to review a variety of factors as it relates to safeguarding classified materials. This includes ما همچنان به بررسی عوامل مختلفی که به حفاظت از مواد طبقه بندی شده مربوط می شود ادامه می دهیم که شامل بروزرسانی فهرست های توزیع، ارزیابی نحوه و مکان اشتراک گذاری محصولات اطلاعاتی و انواع مراحل دیگر است. با این حال می توانم بگویم که درک این نکته مهم است که ما دستورالعمل های سختگیرانه ای برای حفاظت از اطلاعات طبقه بندی شده و حساس داریم. آنچه رخ داده یک عمل جنایتکارانه عمدی و نقض آن دستورالعمل‌ها بوده است. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده که در ایرلند به سر می‌برد، به تحقیقات در حال انجام توسط وزارت دادگستری اشاره کرد و درز اطلاعات را کم اهمیت دانست. من نگران درز اطلاعات نیستم، اما نگرانم که درز اطلاعات رخ داد. اطلاعات درز کرده روزآمد نبود و بنابراین آنها را خیلی تأثیرگذار نمی‌دانم. با این حال سازمان امنیت ملی ایالات متحده و وزارتخانه های دفاع و دادگستری در حال حاضر سرگرم ارزیابی خسارت های این درز اطلاعات به امنیت ملی و همچنین روابط واشنگتن و متحدانش هستند. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.